وقتی جمعیت جوان هست و نرخ ناباروری رو ما اگر در سطح جهانی بررسی بکنیم، بگیم که در میانگین جهانی 15% زوجین در سن باروری ناباروری رو تجربه میکنن، یک باره به این عدد میرسیم که حدود 3.5 میلیون زوج و یک کمی بیشتر از 3.5 میلیون زوج در کشور ما از مشکل ناباروری رنج میبرن و این مشکل رو دارن. این یک رقم بالایی هست. اگر که تصور کنیم که بنابرای دلایلی شاید این نرخ 15% در کشور ما بیش از 15% باشد که در بعضی از مطالعاتی که صورت گرفته ولی همگیری کشور در بسیار به صورت جامع کشور رو پوشش نمیده، ولی مطالعاتی که صورت گرفته نرخ ناباروری در کشور ما قدری بالاتر از میانگین جهانی هست، می شود تصور کرد که شاید این 3.5 میلیون زوج احتمال داره تا 5 میلیون زوج هم افزایش پیدا بکنه. ممکن است اولیه باشه یا ثانویه. اولیه یعنی اصلا فرزند ندارن، ثانویه یعنی که برای فرزند دوم تلاش میکنن و به اصطلاح مشکل ناباروری رو باش مواجه هستن. ما تصورمون این هست و اینو اطمینان رو میدیم که مراکز جهاد دانشگاهی که در امر درمان ناباروری فعال هستن قادر هستن که نیمی از این به اصطلاح مراجعات رو پذیرایی بکنن و بتوانن مداخلات درمانی داشته باشن که مشکل ناباروری رو حل بکنن. مشروط بر این هستش که فلواقع پشتیبانی های لازم و حمایت های لازم هم از سوی حاکمیت و کسانی که متولی سلامت و بهداشت جامعه هستن اونا کمک کنن جهاد دانشگاهی رو. این کمک ها از تأمین نیروی انسانی لازم تا تجهیزات و به اصطلاح اعتبارات هست، یعنی به نوعی باشه که ما مازاد بر مقررات انتظار نداریم ولی در چارچوب مقررات و مصوبات و تعرفه ها حق و حقوق جهاد دانشگاهی پرداخت بشه که ما بتوانیم خدماتمون رو استمرار بدیم و پذیرای زوجهای ناباربر باشیم. مأموریتی که ما پذیرفتیم در زمینه کمک به تحقق اهداف برنامه جامعه جمعیت، جوانی جمعیت، این بوده که گفتیم ما در 3 تا موضوع میتوانیم به این برنامه کمک کنیم. ما برنامه جامع احداث مرکز حفظ باروری رو داریم که تلاشمون این هستش که یک مرکز جامعی داشته باشیم که مأموریتش حفظ باروری باشه. کاری که ما داریم انجام میدیم در کنار درمان ناباروری اینا رو هم میپذیریم، ولی برنامه‌مون این هستش که نه، این به عنوان یه مرکز مستقل اصلا حفظ باروری احداث بکنیم. وضعیت موجود کشور ما، نمیگم در همه مراکز ولی در مراکزی که بالاخره صاحب نام هستن تو زمینه درمان ناباروری، به طوری هستش که تقریبا میتوانن همه اقداماتی که در جاهای دیگه دنیا و در مراکز خوبه درمان ناباروری آمریکا، اروپا، استرالیا انجام میشه، در این مراکز قابل انجامه و داره انجام میشه. ما ادعامون این هستش که نه تنها این به اصطلاح رسیدیم به این خودکفایی، از جهت میزان موفقیت هم طبق آماری که داریم و آمار جهانی تفاوتی نداریم با مراکز خوب دنیا و قابل رقابت و مقایسه هستیم. حتما تو جریان قرار گرفتید که یه مطالعه انجام شد جهانی و در اون مطالعه ثابت شد که درمان ناباروری مردان در رویان جز 10 مرکز معتبر دنیاست. اساساً بحث سلولای بنیادی و کاربردی کردن دانش سلولای بنیادی در درمان بیماری موضوع جدیدیه و زمان میبره که جایگاه خودش رو اثبات بکنه و بتوانه توانایی استفاده از سلولای بنیادی رو مدون مستند بکنه. در زمینه بهره‌مندی از
سلولای بنیادی و طب بازساختی در درمان ناباروری رویان قدمای بزرگی رو برداشته، ولی همه اینا در مراحل مطالعات بالینی هستش. این کارها یک قسمتش توانایی علمی ماست که ما این توانایی علمی رو داریم که هم تو علوم پایه هم تو بالین اینا رو کاربردی کنیم، ولی قسمت بعدش هزینه های کاربردی کردن سلولای بنیادی در زمین های مختلف من جمله ناباروری هزینه های قابل توجهیه و نیاز این هستش که این نوع تحقیقات حمایت بشن. تحقیقاتی هستش که در دنیا مانند رویان داره انجام میشه، تقریبا ما هم سطح دنیا داریم تو این امور وارد شدیم، ولی تفاوتی که داریم اونا تو مسئله اعتبارات مثل ما نگرانی ندارن. ما در زمینه رحم جایگزین قانون نداریم، در زمینه اهدای تخمک قانون نداریم، در زمینه حالا مراکزی که کار اهدای اسپرم انجام میدن قانون نداریم. چون قانون نداریم هر کسی هر کاری میخواد میکنه. ما میگیم در کنار قوانین مثل قانون جامع جوانی جمعیت باید اون مواردی هم که مداخله دارن در این هم قانونمند بشن. خیلی سخت شده اصلاحاتی که میخواد صورت بگیره برای اینکه ما بتوانیم جلوی این قانون رو بگیریم. سالهای سال داریم تلاش میکنیم و هنوز نتونستیم اینو قطعیش بکنیم و مصوبه مجلس بگیریم. نبودن باعث شده این اوضاع احوالی که متاسفانه اتفاق افتاده و عرضم خدمت شما که به طرق مختلف متاسفانه این بحثای انسان دوستانه در زمینه اهدا جنبه منفعت جویانه، سود جویانه و بعضی وقتا هم نزدیک بشه به یه تجارت شده.